سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی امروز در حاشیه نشست تخصصی رؤسای پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعلام کرد در جریان اغتشاش‌ها و اعتراض‌ها به اعلام نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری 1032 نفر توسط پلیس دستگیر شدند. وی افزود در اغتشاشات اخیر 20 تن کشته شدند که ماموران ناجا در بین کشته شدگان نبودند. احمدی مقدم درباره کشته شدن ندا آقا سلطان نیز گفت که این ماجرا ابهامات فراوانی دارد و از طرف رسانه‌های خارجی حمایت می‌شد. احمدی مقدم همچنین درباره شاهد کشته شدن ندا که اعلام کرده بود نیروهای امنیتی از روبرو به وی شلیک کرده اند گفت از طرف فردی به نام آرش حجازی سمپاشی می شد که این فرد اکنون به خارج از کشور فرار کرده است و وزارت اطلاعات در پی دستگیری این فرد است. احمدی مقدم درباره بازداشتی های اعتراضات نیز گفت که تعدادی از این افراد پس از تشکیل پرونده و تحویل به دادسرا آزاد شدند. وی تاکید کرد بسیاری از افراد دیگری نیز که جرایم خفیفتری مرتکب شدند در روزهای آینده آزاد خواهند شد، ولی افرادی که جرایم سنگینتری دارند همچنان در بازداشت به سر خواهند برد. فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفت که این نیروها از 15 روز قبل از انتخابات احتمال وقوع این مسائل را پیش بینی می کرد و اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی بر روی آن داشت. احمدی مقدم تصریح کرد خوشبختانه با کمترین خسارت تلاش برای براندازی نرم خصوصا با اتاق عملیات رسانه‌های خارجی در کشور ما ناکام ماند. مهدی کروبی امروز با انتشار اطلاعی انتخابات دهم ریاست جمهوری را مهندسی شده خواند و گفت دولت برآمده از انتخابات را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی‌دانم و در هیچ برنامه‌ای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شرکت نخواهم کرد. وی با اشاره به اینکه برای تغییر آمده بود گفت که نیروهای غیبی و ظاهری مانع از تغییر در قوه مجریه شدند. کروبی برخورد نیروهای امنیتی با مردم در پی اعلام نتایج آرا را انتقام دو ماه آزادی نسبی پیش از انتخابات خواند و توضیح داد با چکمه و باتوم به جان و مال مردم هجوم بردند. صدها نفر سازماندهی شده به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. قلب دختر جوان را با گلوله شکافتند. از پشت بام مسجد با یونیفرم مردم را به گلوله بستند. صدها نفر را در خانه و خیابان دستگیر کردند و تا سر حد مرگ کتک زدند و چه زشتی هایی که در کلام در حق آنها روا داشتند. ده ها نفر از رجال مذهبی و سیاسی را شبانه دستبند زدند و وا اسفا که چه زود انتقام گرفتند و همه را روانه زندان ها و سلول انفرادی کردند تا در چنین شرایطی سخت لب به سخن بگشایند و به انقلاب مخملی اعتراف کنند. وی با اعتراض به اعتراف گیری های اخیر از نیروهای سیاسی و روزنامه‌نگاران به دنبال کردن انقلاب مخملی و رنگی در ایران گفت این چه انقلاب مخملی است که رهبران آن دو تن از زنده ترین و با سابقه ترین یاران امامند. مورد تایید شورای نگهبان و رهبری برای حضور در انتخابات و حداقل 15 میلیون نفر بر اساس شمارش خود شما با آنها رأی دادند. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com